واقعا نمیتونین حد بزنین مهمانمون کیه؟ نمیتونین حد بزنین؟ میتونین؟ نه. احسان خواجه امیری. بله آقا سلام عرض میکنم. حالت چطوره؟ خوب هستین؟ خیلی خوش آمد میگم. بفرمایید خواهش میکنم. ممنون متشکرم. بفرمایید. خب به نام خدا من هم خدمت شما و خدمت بینندگان عزیز سلام عرض میکنم. امیدوارم که شب خوبی رو داشتن و از اولادش هم خوب بشه انشالله. حتما هست. وقتی که ما داریم انقدر هنرنمایی میکنیم و قرار مغزمون اهدا بکنیم قراره که خوب بشه. خیلی خوش اومدین. ممنون. شما عصبانی میشین؟ هر از گاهی. مثلا چند وقتی بار ترتیبش چجور؟ ریتم داره؟ ریتم خاصی که نداره ولی کم هم عصبانی نمیشن. یه روز در میون ساعت 4 اشکان دیده عصبانیت. جدی؟ بچه داد میزنی چیکار میکنی؟ نه اتفاقا خیلی فقط خودتون متوجه میشین؟ نه سعی میکنم دیگران هم متوجه شن ولی نه طوری که شما دیگران هم متوجه کردی. بچه چطوری کنترلش میکنی؟ مهارش میکنی؟ عصبانیت رو سعی میکنم صبر کنم دیگه. فکر میکنم بهترین علاجش این صبر. یه خوب ببخشید بس طرف حساب. یه چیز خوبی که رشته‌های هنری داره. یه چیز خوبی که رشته‌های هنری داره اینه که میتونن هیجاناتشون حالا چه هم از عصبانیت خوشحالی میتونن خالی کنن توی کارشون. احسان هم یکی از اون بچه‌هایی که به نظر من یعنی چی مثلا عصبانیت تو چجوری تو بازیگریت خالی می‌کنی؟ بازیگری نه ولی توی موسیقی خیلی موسیقی چیکار می‌کنی؟ خیلی راحت میشه خشم و اعتراض و عصیان و خوشحالی و همه چی رو میشه خالی کرد. درست میگم؟ من فکر می‌کنم چون من خودم یه مدت کار موسیقی می‌کردم همین فقط اون شبیه که تو کار می‌کردی می‌شد. تحلیل نکن. خب تحلیل نکن بدونم ولی عصبانی میشم بیشتر سعی می‌کنم بخوابم. سعی ساعتی باشه. بعد اگه تو خیابون باشی عصبانی می‌بینی. تو خیابون باشی. تو خیابون. در حال بالا رفتن از کوه. نه سعی می‌کنم سریع‌تر خودم به خونه برسونم و بخوابم. بعد اگه توی سفر خارج باشی چیکار می‌کنی؟ من تو سفر نمی‌شه خوابید. آره نه گفت به خونه می‌رسونم بخوابم. به هتل میرسیم. به هتل میرسیم. سوال بعدی رو آه خیلی خوب دستتون درد نکنه. عشقان جان شروع کنیم. تلفن داریم. ما هنوز شروع نکنیم جواب بدیم. آها تلفن داریم. خواهش میکنم لطفا تماس بگیرین. قد شد. قد شد. یه دونم زنگ میزنن قد میشه. میبینید چقدر هیجان انگیز تلفن های ما. لطفا تماس بگیرین با ما و راجع به خشم با هم صحبت بکنیم خیلی کوتاه و لطفا با مهمانمون هم سلام بفرمایید. بله بس شد. سلام. 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 متشکرم. شما خوبین؟ خیلی ممنونم. شما خوب هستین؟ بله، مرسی. بفرمایید. سلام عرض می‌کنم خدمت آقای جوان و مهمان عزیز برنامه‌تون، آقای خواجه امیری. ممنون متشکرم. من نیستم. من امشب نامرئیم. من چه اشاره کردم ولی. بله، بله. ممنون. بفرمایید. می‌خواستم من تشکر کنم بابت برنامه بسیار خوبتون. جدی برنامه‌مون خوبه؟ خیلی جدی میگین؟ واقعا خوشحال باشیم. وقتش چند دقیقه باشه دوست دارید که یعنی چقدر بیشتر بکنیم وقت برنامه رو؟ در حد مثلا 20 دقیقه خوب زیادش کنیم یا اصلا میخواد یه شبکه جدا بزنیم واسه برنامه؟ اصلا که تلویزیون رو باز میکنیم تا شب که بخوابیم ما همش هستیم و هر چی زنیم. جدا به نظرتون چند دقیقه باشه خوبه؟ والا هرچی بیشتر باشه خیلی بهتره. متشکرم. همین برای ما کافیه تا ما ادامه بدیم. با آقای خواجه امیری صحبتی داریم؟ همین که گفتم سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای خواجه امیری. امیدوارم که در کارتون واقعا موفق باشین. ممنون و متشکرم. زنده باشین. شما عصبانیتتون رو چطوری مهار می‌کنین؟ والله چجوری بگم؟ خب اصلا بیشتر سعی می‌کنم عصبانی نشم. اینم راه حلی. اینم روش خیلی جالبیه. ما سعی می‌کنیم استفاده کنیم. ممنون از شما. دستتون درد نکنه. خداحافظ. می‌رفتید. آقای جوان. بله. من یه پیشنهاد و یه سوال از آقای خطیبی داشتم اگه ممکنه. برای من و آقای خطیبی؟ آقای خطیبی. در آقای خطیبی. بله من اصلا گوش نکن. میبخشید آقای خطیبی من شرمنده واقعا من فضولی میکنم اما خواهش میکنم. میبخشید یه سوال داشتم از شما. اگه خصوصی نباشه جواب بدم. بلند صحبت کنید چون من نمیشنوم. بفرمایید. این چه نی سوالم؟ بفرمایید. من اصلا خاطر شما تا حالا به شیراز سفر کردید؟ به شیراز؟ بله. بچه که بودم بله. بچه که بودید؟ بله بله بله. خب اینجا توی شیراز ترس خیلی زیاد داریم. مخصوصا من خودم که ترسای سرسخت شما. ممنون. من از همینجا به اهل شیراز قول میدم که با رامبد جوان حتما بیایم به برنامه‌تون. بله. با احسان حرفی ندارید بزنید. ما چون خیلی وقت برنامه کوتاه داشتیم نمی‌خوام در سفر باشیم. بله من فقط می‌خواستم از آقای خطیب خواهش کنم که یک روز به شیراز سفر کنم. چش. به
دست شما در نکنه. ممنون، دست درد نکنه، خدافظ. منم نمیام شیراز. باشه باشه. الان دارم خشممو کنترل میکنم و مهار میکنم. مامان عصبانی از اینکه من در شیراز دعوت کردم. یه چیزی بگم. احسان خواجه امیری یکی از اون جووناییه که به شدت با استعداده. من به شدت من کاملا معلومه. یه شانسی که داشتیم این بود که توی از نفس افتاده احسان زحمت موسیقی کارو کشید، هم موسیقی متن و هم ترانه هاشو خوند، خیلی هم زیبا خوند. من فکر می‌کنم یه درصد زیادی از موفقیت کار از نفس افتاده که فکر می‌کنم همه عوامل هم مشترکاً این عقیده رو داشتن، موسیقی خوبه چیز بود که به شدت موسیقی تأثیر برانگیزی از آب در اومده بود. من خب بدونم کار جدید چی داری احسان؟ میخوام چون حتما مردم دوست دارم بدونن که چیکار داری میکنی. حالا من آخرین کاری که انجام دادم آلبوم تحت عنوان سلام آخر که با امید خدا مشکلاتش هم حل شه در ارشاد و تا انشالله اگه شنبه خبر خوشی بشنوم تا اوایل مهر، اوایل ماه آتی چیه؟ اوایل ماه مرداد. مرداد. چقدر حضور ذهن دارم. اوایل مرداد وارد بازار میشه. و چرا انقدر طول کشید؟ من یادم خیلی وقت پیش تو با من گفتی که کاستو دور میاد. بله حالا اشاره میکنم اگه فرصت بشه. تو برنامه ما اصلا اعتماد نکنید به چیز ممکن فرصت نشه. سریع بگین جریان چه خبره. و سریالی هم قرارداد بستم به امید خدا، سریالی تحت عنوان میوه ممنوعه که به امید خدا از شبکه دو در ماه مبارک رمضان. بله موسیقیشو میسازیم، کل موسیقی سریال رو. بله من قرار کار خوبی شد. واقعا یکی از فیلم کنم احسان جو من باید میکروفون به تو بدم. هیچ ایرادی نداره. خب که من میکروفون دستی رو بهش بدم. من میکروفون دستی رو میرم میارم. اصلا نگران نباش. اگه راست میگی بیا پشت. خب خب. حالا من اصلا صدا ندارم یعنی؟ نه. من چیز میکنم. یکی این که داری. از میکروفون من بخواه برداری کنم. چون من یاد فرهاد آیش افتادم. آقای آیش چرا؟ جشن بازیگرت تو مجموع با آیش فهم حرف بزن. آره. خب داری مثلا تو صدا تو داری. و اینکه امیدوارم که کار خوبی بشه. 100% هم آقای فتی هم آقای عفیف از بزرگان سینما و تلویزیون ایران هستن و فکر می‌کنم این نقطه عطفی در تو هم داری تمام کمال انرژی تو می‌ذاری دیگه. بله فرصتشون خیلی کار بزرگیه و منم باید تلاشمو بکنم چون کار خیلی کار نو شده و فکر می‌کنم نقطه عطفی در ماه مبارک رمضان و در کار سریال سازی باشه. امیدوارم منم بتونم. احسان جان تلفن داری؟ بله بفرمایید. سلام. می‌بینید چقدر ما صمیمیت به خرج می‌دیم؟ بفرمایید. بفرمایید. سلام علیکم. سلام علیکم. حال شما خوبه؟ ممنونم. ببخشید می‌خواستم آقای خواجه امیری صحبت کنم. بفرمایید. بفرمایید. خواهش می‌کنم در خدمت هستم. می‌خواستم ببینم شما خوانندگی رو از چه سنی شروع کردید؟ بله. من خوانندگی رو از